پس فعلا تنها کلار در داخل دیگ میچینید؟ ما با ترتیب چیندن شما ببینیم، ما چه رقمی میچینیم اینجا، اینجا پخته میشه. خب درست، خیلی شما کارتانو بکنید. دوستان اینا کلار برشان پاکرگی میارن؟ ما اینا رو برشان تشته میتونم. خب این نمک است، این نمک است، این دیگه در قدری که اما قدر که بار داره و در نظر در کاری هست که چقدر بار داره اونم قدر نمک میریزی. اجزای رستوران پرندای مختلف هم داره، چند دانش هست اینجا، آدم چیرگک هم هست، چند رنگ هست، بسیار رنگ های مقبول دارم. امی صدای پرند این مغزش هست دیگه؟ بله این مغز مربوط یعنی می کلا هست که ما دمی دیس مخصوص این آماده میشه. خوب است، بسیار خوب. آتشش بسیار بلند نیست؟ عزیزان ما یک میمانم داریم. منه بچه که یک افسال دارم پالشی میکنه، خود منه که دخترکم دمی سرکا غریبی میکنم، روز ساعت یک و نیم سر پا پیدا میکنم، منه گدای میکنم دیگه، دمی رو سرکا میشینم. سلام عزیزای دل، امید که جور و صحتمند باشین هر کجای جهان که هستین، کنار فامیل دوستایتان لبخند به لبانتان باشه، خوش و خندان باشین. عزیزای دل خوش آمدین به افغان لایف و برنامه افغان استریت فود. امروز آمدیم به رستوران مادر در ناحیه پل سرخ شهر کابل. اینجا آمدیم که از طرز تهیه کلاب پاچه به شما یک گزارش تهیه کنیم و داخل فضای داخل را بر شما نشان بدیم که چی یک فضای داره و نشان بدیم که چی غذاهایی را در اینجا آماده می‌سازم. سلام. 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 خوب هستین؟ سلامت باشید. خوب هستین. میشه نامتون رو بگین؟ من مصطفی هستم. مصطفی جان شما اینجا مسئولش هستین؟ تقریبا یه جورایی. چه وقت میشه که رستوران شما باز کرد؟ اینجا تقریبا حدود یک سال میشه. یک سال میشه. چی باعث شد که نام رستوران مادر بونین؟ مادر خب من که از اولش نبودم، البته از وسطایش کارمند اینجا شدم. اونجا بیشتر به خاطر اینکه بحث یک حالت صمیمیتی بین مهمان ها هم مشتری ها که هستن با کارمندا با فضای رستوران باشه، از اون خاطر نامش مادر گذاشتن که یه صمیمیتی بین دو طرف باشه. چی غذاهایی را دارین شما در رستورانتون؟ اینجا بیشتر غذاهای ایرانی هست، یعنی از اول که یه سری فست فود هم بود به خاطر وضعیت تغییر کردم. انواع چلوها هست، انواع کباب هست، مال صبحانه کله پاچه هست، چیزای دیگه نوشیدنی ها، قهوه، همه چیز هست. خب است، فروشاتتان چه رقم است؟ چطور است؟ فروشات خب قبل از دوران جمهوری سابق که بود یکم بهتر بود، بعد که دولت تغییر کرده یکم تصرف کرده دیگه کمتر شد. خیلی امرای ما تا آشپزخانه را امرای کنین که ما تا اونجا بریم باز ما خودم امرای آشپز کنیم. آه صحیح است، مشکل نیست، بفرمایید. دوستان ما به آشپزخانه آمدیم و از طرز تهیه کلاب پاچه هم به شما تصویر میگیریم. آشپزتون؟ عزیزو آمدیم به آشپزخانه پیش آشپز. سلام. سلام. خوب هستیم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستیم؟ بخیر باشی، زنده باشی. میشه خودت معرفی کنی؟ اسم ما خلیفه حسن، یک از کارمندای رستوران مادر. چقدر وقت میشه در رستوران آشپزی میکنی؟ تقریبا یک سال میشه. افتتاحش ما یک سال میشه. یک سال میشه که آشپزی میکنین. تمام غذاش خودتون پخته میکنین؟ آجانا. بله. خیلی کار امی پختن کلا رو شروع کنین دیگه؟ انشاءالله شروع میکنیم. پس بشو بیاین. دوستان ما شروع میکنیم به پختن امی کلا و شما ببینین که چی کارا رو انجام میدیم. خب.
خب شما چی میکنین آله؟ ما این دیگه است که اینجا کلا پخته میشه داخل از این ما این کلا رو اینجا میچینیم زیر از گاز روشن است خب این گاز روشن است کلا دا اینجا پخته میشه خب کلا رو پیش از پیش شوشتیم آه شوست است فقط داخل از دیگ ما میچینیم خب درست است. بس فعلا تنها کلار در داخل دیگ میچینید. ما با ترتیب چیندن شما ببینید ما چرخه میچینیم اینجا. اینجا پخته میشه. خب درست است. شما کارتون رو بکنید. دوستان اینا کلار برشون پاک کردگی میارن و فقط اینا یک اوکش میکنن به خاطر که گفتی خودشون یقینشون پاک شه و فعلا هم کلار داخل دیگ میچینن و میمونن شکل نرم شه. خب فعلا چی میکنین بعد از این کلاره؟ این کلا دیگه در داخل دیگ چنده شد ما مواد هایی که مثلا در اینجا لازم است ما اینا رو براتون تشته میتونم خب این نمک است این نمک است این دیگه در قدری که اما قدر که بار داری و در دا نظر در کاری هست که چقدر بار داری اونم قدر نمک میریزی اون نمک دیگ در کلی که معلوم است دیگه به اندازه ضرورت به اندازه ضرورت بله این یک است مساله است نام اینا مساله چی است؟ این مساله قرمه است. قرمه مساله. بنام قرمه مساله است. بله. این یکی از دالچین است. از این یک قاشق می‌ریزیم. این یکی از زردچوبه است. از این یک قاشق می‌ندازیم. خب این مرچ سرخ سیر آخری در زمانی که کار تمام میشه یعنی هم سیر است. اینا در زمانی میشه که نان طرف مشتری میره او زمان ما از اینا استفاده میکنیم زمان که پخته شد کلب باز او باز در مشتری که نان میبره باز او زمان مرچ سرخ و سیر اینا را در او زمان ما استفاده میکنیم دوستا دیدین که بعد از اینکه کلر در داخل دیگ چیند مسالهش انداخت حالا چی میکنیم؟ حالا این گازش را زیاد میکنیم که جوش کنه بعد از اینکه کلر را داخل دیگ چیندن مساله و نمکش انداختن حالا سر دیگ بسته کنن تا جوش بخورم آها ای تکر را چرا در وسط شما؟ ای بخاطر از اینکه بخار دیگ ایلا نروه بخاطر که ای مثل دم میگره دیگه اینجا چون فاصله داره اگذاره اما فاصلهش بسته شده هوای دیگ خارج نشده حالا چی میکنین تا که جوش بیم؟ تقریبا مثلا یک ساعت ما جوش بیتی میره تا نرم شده بعد از اینکه نرم شد ما دما معلوم است که یک ساعت یا زیادتر یک ده دقیقه بیست دقیقه بس پخته میشه خلاص بله در جریان از یک ساعت شما دیگه کار نمیکنین؟ کار داریم ما دیگه کارا داریم باز طرف دیگه کارهای خود میریم تا ما میایم یک ساعت پخته میشه یک ساعت زیادتر پخته میشه بعد از اون باز شروع میکنیم در نان کشیدن مشتری خب عزیزا شما دیدین که کله را داخل دیگ چین مرچ و مساله و نمک بالایش انداخت و ماندن به مدت یک ساعت که کله جوش بیا و پخته شود تا یک ساعت پوره میشه شما چند تصویر از آشپزخانه و محیط رستوران مادر را ببینین همراه ما باشین اجزای رستوران پرنده های مختلف هم دارم چند دانش هست اینجا آدم چیرگک هم هست چند رنگ هست بسیار رنگ های مقبول دارم
می صدای پرنده در یک رقم فضا بسیار خوب می در گوشای دم می نوازش میته. این بسیار یک رنگای مقبول داره، رنگ آبی، زرد، سبز، سفید شامونج است، بسیار یک رنگای مقبول. چقدر نازه. فضای بسیار آرام داره، رستوران مادر، ماهی هم داره، پرنده های بسیار مقبول هم داره، گل های بسیار قشنگی هم داره و دیزاین هایی که روی دیوار هم طرح شدن بسیار دیزاین های مقبول می روشه. یک فضای کاملا آرام و راحت است که می توانید شما هم بیاین در این رستوران و غذای مورد علاقه تان را بخورین، که غذاهایی که در اینجا است چند نوع چلو دارن، کباب است، کلاو پاچه، آش، املت و امینا را می باشم. شما می توانید که در این رستوران بیاین و از فضای اینجا لذت ببرین. عزیزای دل، تا یک ساعت پوره شده و کلاو پاچه پخته شده آمدیم که از فضای داخل رستوران دیدن کنیم. اینجا یک ماهی خانه داره. در اینجا بسیار یک چیز عجیب روبرو شدم، یک ماهی است. چی شد؟ ماهی گک فرار کرد به خودم. بسیار یک ماهی عجیب بود، ماهی شاروالی میگنشه. از مسئولش که پرسان کردیم میگن ماهی شاروالی است که امو کثافات را که در داخل آب پیدا میشه و شیشه را پاک میکنه مسئولیت امو را داره. بسیار یک شکل خوبش داشت، نمیفهم چی شد امینجا بود اونو قسمت رفته، معلوم نمیشه دقیق اون قسمت رفته. بسیار یک شکل عجیب داشت، بسیار مقبول بود. اینجا ماهی های بسیار خوب شام است، چند رقم است. خب عزیزای دل، یک ساعت پوره شد و شما هم تصاویر از محیط رستوران و از آشپزخانه رستوران تا دیدین. حالا میایم نان ما پخته شد. بله. کلار دوستای عزیز، کلار از بین دیگ کشیدیم. آها. حالا میایم تزیین همو دیگه بشقاب میکشیم شم ترس؟ آها. باز اینجا کشیدن میشه، اینجا زیرش گاز روشن است. ها. زمانی که آردر میایم ما اینجا میگیریم و مشتری میتونیم اینجا آماده. پس به ما یک خوراک آماده بسازیم؟ باش. دوستا به ما یک خوراک آماده میسازن، ببینیم که چه رقمه، چه یک شکل را به خود میگیره. اونا چه چرا پس کردین؟ اونا که از غده است، اونا باید جدا شود، نباید پیش مشتری بره.
این یکی از زبان است دیگه هر خوراگی یک در زبان دیگه اونش گوشت سرخی است اینا گوشت سرخی است و یک دوگم پاچه است در هر نفر از هر کدام میکس جور میشه برش میدیم خب بسیار خوب پاچه هم یک بسیار قوی است دیگه دمی گل صبح بله روزانه چقدر مشتری می داشته باشین برای خاطر پاچه خوردن؟ 7-8 تا کلک گوسفند پخته میکنیم بخیر خلاص میشن. خب. بسیار خوب. این غذای رکومنده میکنین چی است؟ این دیس مخصوص مادر است. خب. بله. دیس مخصوص کلا پاچه. این هم فروش داره بس؟ ها، این ما لازم نمیرده مشتری جور میکنیم برای ی تکمیل یک کلاو پایچه و قد کل چیز قد مغز و قد کل چیزش یک کلاو پایچه تکمیل است خوب است این مغزش است دیگه؟ بله این مغز مربوط یعنی می کلا است که ما دمی دیس مخصوص این آماده میشه خوب است بسیار خوب یک مغز تکمیل بسیار دیگه این فایده هم داره قوی است این سیر است دوستا یک غذای کاملا اما تو آماده و مقوی مغز کلا و کلا و خود پاچام هستم اتمرش پاچام است رویش سیر انداختن سیری که کشیده بودن بله. یام زرچوب است بله. زرچوب هم مندازن در رویش مواد دیگه تان چی است؟ این مرچ است مرچ سرخ بله. مرچ سرخ هم در رویش مندازن که همون تو خوب مزدار و تند و تیز بیایه اینجا چرا آوردیشم؟ این به خاطر از اینکه ما در هر مشتری که مثلا نان میگیریم اول گرم میکنیم باز و باز میکنیم خب خب اینجا گرمش میکنیم؟ بله گرم میشه خب خب بسیار خوب آتشش بسیار بلند نیست؟ ها بذار زودتر چی شو به خاطر از اینکه مشتری تال نخوره به خاطر از ما کوشش میکنیم زودتر شو بسیار دوستا یک غذای هم تو بسیار مزه‌دار معلوم میشه یک غذای مکمل هم مغز کلا بود و هم پاچه بود در روش هم دیدین که مواد مختلف انداخت سیر انداخت زردچوبه و مرچ سرخ و اینجا مواردش گرم کردیشه بسیار غذای خوب و مزه‌دار معلوم میشه دیگه ای هم به مشتری است آها میرن طرف مشتریم با چند نفر هستی؟ یه برای 3 نفر است یک خوراک با 3 نفر؟ یک کلاپاچه تکمیل است برای 3 نفر است بعضی ها 4 نفر هم میخورن منتها معمولا برای 3 نفر یک دیس مخصوص است بسیار خوب این فعلا دیگه نال تکمیل هم مرچ و چیزش هم میگیره دیگه تکمیل است انشاءالله مرچ و لیمو هم داره بالای خود به خاطر ترکاری و چیزش مردم خوش دارم میخوام ولی فعلا تکمیل است ولی جان میتونی ببری عزیزان ما یک میمان هم داریم سلام خاله جان و علیکم نامتون؟ آمینه خاله جان شما چی کار میکنیم؟ من بچه که یک افسل دارم بود پالشی میکنم خود من که دختره کم دمی سرکا غریبی میکنم روز ساعت یک کنیم سر پیدا میکنم یعنی گدای میکنم دیگه دمی رو سرکا میشنم در شار میگردم گدای میکنم این روز ساعت یا عکس در 80 رو پنم کار میکنم که پیسه اینان اولادای میشه چند دانه طفل داره؟ 3 دانه
شوهرتون کجاست؟ شوهرم یک تقریبا یک سال شد که این ایران رفته بود پشت کار. این یک سال میشه نی زنگش میایه نی خبرش میایه نی پیسه رای میکنه، معلوم نیست کجاست، چی شده چی نشده. این کارگر خانم تنها خودم هستم. من کدام بچه گر که یک جا کدام دخترم کار میکنم، کدام دختره که خودم گدای میکنم، بچه گر که یک افسرم بود پالشی میکنم. چای صبح خوردیم؟ نی نخوردیم. های آلا بر شما کلم میاره، با شما نوش جان کنم. تشکر بسیار زیاد دخترم. خیلی میکنم. دوستای عزیز، شما دیدین که خلامنه فقط خودش کار میکنه همراه بچه 7 سالش که بسیار خرد است هنوز و اینا گدایی میکنن. بسیار یک حالت سخت است، شوهرشون هم نیست، در ایران است، نه زنگش میاد نه احوالش. شما که توانمند هستین و میتونین کمک کنین به همچین افراد نیازمند کمک کنین، دست از اینا رو بگیرین تا اینا در این هوای سرد خنک یک جای آرام باشن، یک کمی برشان کمک کنین تا بتونن زندگی خودان رو پیش ببرن. خاله جان های شما منتظر باشین، بر شما میارم. تشکر بسیار. در هم آوردن پیش خاله همه نبانیم که نوش جان کنن اینا. این خاله جان نوش جانتان. این هم نان خوش. خب ما یک خوراک کلاو پاچه گرفتیم، قیمتش چند شد؟ قابل دار نیست. نه خیلی تشکر، روند برنامه می رقم. از شما ساعت اینجا هم خواهد میشه. درست است. این بفرمایید. خب دوستای عزیز، این بود برنامه امروزی، برنامه افغان استریت فود. امیدوار هستم که از برنامه ما خوشتان آمده باشه و بر شما مورد پسند شما قرار گرفته باشه و دلچسب بوده باشه. شما دیدین که کلاو پاچه چه قسم آماده شد، طرز دهیش به شما گفتیم که اول کلاو پاچه آماده شده را برشان آورده بودند که هم پاکدگی بود، فقط اینا یک اوکشش کردن، بعد از او کلاو پاچه را که داخل دیگ چیندن و بعد از او رویش مساله مرچ و نمکش انداختن، بعد از به مدت یک ساعت داخل دیگ ماندن تا کلاو پاچه پخته شدن. این بود برنامه امروزی، امید که از برنامه ما خوشتون اومده باشه. به خاطر حمایت ما کانال یوتیوب ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، نظریات انتقادات و پیشنهاداتتون در کامنت بنویسین و هر رستورانی که شما دوست دارین تا ما بریم از اونجا به شما گزارش آماده کنیم و یک غذای افغانی دیگر را به شما به معرفی بگیریم در کامنت نوشته کنین، ما در خدمت شما هستیم. تا برنامه دیگه که من لحظه در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. هر جایی که هستین کنار فامیل و دوستایتان خنده بر لب داشته باشین، خوش و آرام باشین. خداحافظ.